مردم خبری ها سلام، من مرتضی عزت‌پنا با شما هم با چند خبر. یه چند وقتی بود که یه سری انتقادا به ما میشد که آقا فقط داری فوتبالی میرید، امروز کلا فوتبال رو گذاشتیم کنار علیرغم اینکه پرسپولیس استقلال کلی حواشی دارن. سراغ خبر اولمون، این چهره شادی عبدالبند یه چند روز پیش مقام سوم رو گرفت توی مهارت انفرادی و این مقام سومی باعث شد که وزارت ورزش یه پیام تبریکی صادر کنه. اولا که خب هر وقت یه چیزی میشه وزارت ورزش پیام تبریک صادر میکنه، خیلی هم عالی، هیچ اشکالی هم نداره. اما سوال اینه که وزارت ورزش به غیر از صادر کردن پیام تبریک حمایتی هم میکنه از سایر رشته ها؟ همه انتقادات هستش که آقا فقط دارن توجهشون به فوتباله. نکته بعدی، توی پیام تبریک وزارت ورزش هیچ اسمی از شادی عبدالبند برده نشده، به همه چی ربطش دادن این مقام سومی در مهارت‌های فردی. این مهارت‌های فردی رو من خیلی روش میخوام تاکید کنم. وزارت ورزش تو پیامش همه چی نوشته، همه رو آورده وسط، اما هیچ اشاره‌ای به مهارت‌های فردی خود خانم عبدالبند نکرده. آقا مهارت فردیه، یعنی اینکه وزارت ورزش، فدراسیون بسکتبال هیچ نقشی نداشتن، این استعداد خود این فرد بوده و مربی که باهاش کار کرده از قبل، نه مربی تیم ملی. نکته بعدی، بسکتبال سه نفره دخترای ما ضعف‌های زیادی داره. حالا پشت این مدال مهارت فردی نه فدراسیون بسکتبال نه وزارت ورزش بهتر که قایم نشن و با همین یه دونه مدال مهارت فردی شادی عبدالبند همه چی رو فراموش نکنن. بسکتبالیستای دختر ما در سه به سه نیاز به حمایت دارن، مسابقات بیشتری باید برن، بینون مللی ببینن، با تجربه بشن که اینجوری هم نبازن. اما عکس بعدی هم بسکتباله. خب این دوتا تیم آمریکا و السالوادور و هر دو هم دختران بسکتبالیست کمتر از 16 سالن، اما اون بچه ها کنار این بچه ها وقتی مقایسه میکنی انگار که مثلا تیم نونهالان با تیم بزرگسالان بازی داره، قد و هیکل این ور با اون ور اصلا قابل قیاس نیستش. و اما دیروز یه مراسم بدرقه برگزار شد برای تیم‌های دانشجویی که تو یونیورسیاد تابستونی که تو ناپل ایتالیا قراره برگزار بشه، مراسم بدرقه گرفتن در وزارت علوم تحقیقات و فناوری. بسیار عالی. جالبه که از بچه ها فقط قول مدال گرفتن. ببینیم این مصاحبه ها رو. خب امروز مراسم بدرقه شما داره برگزار میشه، مراسم چطور بود؟ آیا مسئولان توی مراسم قول پاداشی چیزی به شما داده؟ والا دور گذشتن که بازیکنامون تو این دوره هم مسابقات بازی کرده بودن پاداشی دریافت نکردن. درسته که ما انگیزمون پاداشه، ولی خب چیزی الان نگفتن در مورد پاداش، فقط گفتن که به ما قول بدید که برید با مقام برگردید. شما قولی ازشون نگرفتید؟ اونا از شما قول مقام گرفتن، شما قولی از اونا نگرفتید؟ خب راستش تو اینجور مراسم ها نمیشه بازیکن رو صحبت کنن، فقط بزرگتر صحبت میکنن، ما هم که اطاعت باید بکنیم. قول جایزه چیزی هم دادن؟ صحبت از جایزه نشد، ولی حالا ما تلاشمون رو میکنیم ان شاء الله. توکل به خدا. بله، نفر اول طیب عینی بود، مال تیم والیبال دانشجویان. نفر دوم هم غریباقی بود، تیم دانشجویان تیراندازی. و خب همونجور که عینی گفت انگیزشون همین پاداشاست. البته من از مسئولین پرسیدم، یک دو تا مورد رو اشاره کردن، چه خوب بود این موارد رو به خود بچه ها بگن قبل از مسابقات. تو همین مراسم میگفتن که حداقل با روحیه بهتری برن، میگفتن که آقا شما بدون کنکور میتونید در مقاطع بالاتر شرکت کنید،
و خب هیچ هزینه‌ای هم که بابت تحصیل نمیدید و اینکه پاداش دلاری روی سکو براشون در نظر گرفته شده. اما چرا نمیگن تو این همچین مراسمی؟ جای سواله که بهتره بگن تا این بچه‌ها فقط فکر نکنن که فقط باید قول مدال بدن، قول پاداشی هم در کار هست. خب مرسی که امروز با من بودید، روز خوبی داشته باشید، تا دیدار مجدد، خدا نگهدار.